عدالت 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 آزادی 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 قصاب کابل را نمی‌بخشیم قصاب کابل را نمی‌بخشیم. پس از امضای توافقنامه صلح میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار، اینک برخی از باشندگان کشور در یک گرد همایی اعتراضی در کابل از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی سخت انتقاد کرده، تاکید می‌ورزند که گلبدین حکمتیار جنایت‌های بیشتری را بالای مردم افغانستان انجام داده است و از همین رو باید به محاکمه کشانده شود. حکومت وحدت ملی اما در این توافقنامه سیاسی اجرای عدالت و بازخواست از حق قربانیان جنایت‌های حکمتیار را نادیده گرفته است که این به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. به خاطر بزرگترین جنایتکار کابل است. کابلی که دردمند بود، کابلی که تمام خانه‌هایش ویران شد، کابلی که 75,000 شهروند خود عدس داد. شما صلحی که با حکمتیار کردن درست نیست، چون قاتل کابل است. مردم کابل در جریان جنگ‌های داخلی صدمات زیادی از ناحیه گلبدین حکمتیار دیدن و در 15 سال اخیر مردم با مردم افغانستان جنگیده، سربازان ارتش، اردوی ملی و پلیس ملی را زخمی کرده، بارها در کابل انتحاری کرده و مردم کابل را به خاک خون کشانده. از سوی هم آنان از سازمان ملل می‌خواهند تا بالای دولت افغانستان فشار بیاورد تا پرونده‌های جنایتکاران جنگی را به شمول حزب اسلامی را اجرایی سازند و نیز نام وی را از فهرست سیای این سازمان حفظ نکنند. می‌خواهیم که ایرا از فهرست سیای خود بیرون نکنه، چون هزاران جنایت را انجام داده. اگر به خواست ما توجه نشود، ما به اعتراض خود ادامه می‌دهیم. متحد می‌خواهیم تا اسم جنایتکاری چون حکمتیار را از فهرست سیاه این سازمان حذف نکند. انتظار می رفت که با پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، دیگر گروه های درگیر جنگ در افغانستان با پروسه صلح با دولت یک شوند. اما برعکس آن دیده می شود با پیوستن این حزب، آتش نبرد در بسیاری از بخش های کشور افزایش یافته است و حتی برخی از ولایات نیز به سقوط مواجه شده است.